به نام خدای جهان آفرین، زمین آفرین، آسمان آفرین. درود بر شما هموطنان خوبم، مخاطبین همیشه فرهیخته و نازنین شبکه 4. هزاره شعر نام برنامه است که از این لحظه تقدیم شما میشه و قراره که خدا میدونه تا کی، تا هر وقت شما بپذیرید مهمان شما باشه. از عنوان این برنامه مشخصه که درباره شعر و طبیعتاً شعر فارسی با اون هزاره‌ای که گفتیم صحبت خواهد شد. این که شعر فارسی چه زمینه‌هایی دارد، چه وجوه زیبای شناسی دارد، چه اندیشه‌هایی، چه فرهنگی، چه اعتقادی، چه تاریخی در اون نهفته است و حامل همه این چیزهاست، موضوع تک تک برنامه‌های هزاره شعر خواهد بود. هزاره شعر اگرچه به نام شاعران نامگذاری میشه و بس شروع میکنه، اما خیلی از وجوه مختلف شعر رو با همین نام مورد بررسی قرار خواهیم داد. یک برنامه‌ای که گفتگو محوره. مهمانان درجه یکی از حوزه ادبیات مهمان ما میشن و درباره مقولاتی که خدمتتون خواهم گفت و به مرور زمان باهاش آشنا خواهیم شد سخن خواهیم گفت. فکر کردیم که اگر قرار درباره تاریخ شعر فارسی و شاعران بزرگ اون صحبت کنیم، ابتدا باید مقدمه‌ای در کار باشد و ببینیم قبل از اولین شاعر رسمی ما، اولین شاعری که صاحب دیوان هست و به نام پدر شعر فارسی میشناسیمش، یعنی رودکی سمرقندی، بهتر است که بریم سراغ این که پیش از او چه خبر بوده. ممکنه که اولین شاعر ما شاعر بزرگی مثل رودکی باشه؟ قطعا عقل اجازه نمیده. پس این بحث رو با مروری بر آثار اگرچه پراکنده پیش از رودکی شروع میکنیم، شاعرانی که گاهی نامی از آنها فقط مانده یا در کنار نامشون سطری، بیتی یا دو سه بیتی، اما همونها میتونه نشانگر نگاه عمیق شاعران اون دوره و زمینه ساز سبک‌های متعالی بعد از اون بشه. در برنامه امروز گفتگوی بسیار خوبی خواهیم داشت با استادی از اساتید فن که زمینه‌های تاریخی پیدایش شعر فارسی در دوره فارسی دری و وجوه مختلف تجلی ظرافت‌ها و ظرفیت‌های شعر در اون بررسی خواهد شد. طبیعتاً فارسی دری، چگونگی پیدایشش، محدوده جغرافیایی و وسعت فرهنگی این زبان و شاعران تأثیرگذار اون دوره به استناد یادکردی که تذکره‌ها، مجموعه های لغت و شاعران مختلف در دیوانشون از اونها کردند. درود بر شما، چقدر خوشحالم که در اولین مرتبه گفتگو در نخستین برنامه هزاره شعر مقابل انسان فرهیخته و دانشمندی نشستم و مطمئنم برای بنده که حتما مفید خواهد بود، برای شما بینندگان عزیز شبکه 4 هم امیدوارم که لحظات خوشایند و پربهره‌ای خلق بشه با این گفتگویی که من در خدمت آقای دکتر وحید ایدگاه خدمتتون ارائه خواهم کرد. آقای دکتر وحید ایدگاه از استادان ادبیات فارسی و عضویت علمی دانشگاه تهران و از پژوهشگران و بسیار خرسندم که اینو بگم از شاعران روزگار ما هستن، چون در بین استادان دانشگاه که همه علم مبسوط و کافی دارند، کمتر ذوق سرودن و
خلق ادبیات دیده میشه و بسیار خوشاینده برای من که آقای دکتر ایدگاه عزیز همه اینها رو دارند. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما، زنده باشید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و به شما و همکارانتون و بینندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. بذارید از وقت استفاده کنیم که مغتنم در خدمت شما بودن، به خصوص این موضوعی که در این برنامه قرار در خصوصش صحبت کنیم، یکی از برهه‌های نسبتاً تاریک و کم نام ادبیات ماست. وقتی به رودکی میگیم پدر شعر فارسی، آدم فکر میکنه شعر فارسی از همونجا شروع شده، ولی طبیعی است که منطق هم قبول نمیکنه که رودکی آغاز شعر فارسی باشه. بله، همچنان که مستحضر هستید، رودکی نخستین شاعر تاریخ ادب فارسی نبوده و نمیتونسته هم باشه، چون شعر چیزی نیست که در یک لحظه خاص در یک لحظه تاریخی آغاز شده باشه و ما بگیم از اون لحظه به قبل ما شعر نداشتیم و از اون لحظه به بعد شعر فارسی آغاز شده. مثلا لالایی گفتنه دیگه. مثلا ما نمیتونیم بگیم مادران این مرز و بوم تا قرن سوم یا از قرن سوم و چهارم به بعد لالایی گفتن برای فرزندانشون و ما پیش از اون لالایی نداشتیم. اما اینکه شعر رسمی و جدی و ثبت شده بخوایم بگیم در کجاها آمده و از چه دوره هایی داشتیم و به دست ما رسیده، باید بریم به سمت مثلا قرن سوم، قرن دوم، که یک اشاره های پراکندهی شده و یک نمونه های اندکی برای ما به جا مانده. در واقع مصداق ها و نمونه های پراکندهی بله بله. و خیلی محدودی به ما رسیده. خیلی همین موضوعیه که من میخوام از شما بشنم. بله. میشه با کیفیت شعری که اون دوره داره تصور کرد که حتما حجم بزرگتری از شعر در اون دوره بوده و بخش کوچکش به ما حتما رسیده. همینطوره، چون در بعضی از کتاب ها اشاره شده که دیوان فلان شاعر رو دیدند. بله. به چشم دیدند و گفتن ما در مثلا در کتابخانه سر پل، اصلا یعنی مکان رو هم ذکر کردن، در فلان شهر ما دیوان مثلا فرض بفرمایید حنظله بادقیسی رو دیدیم، مثلا حنظله‌ای که دو سه قطعه کوتاه فقط ازش کار بله، خیلی ناچیزی، شعر خیلی ناچیزی ازش به دست ما رسیده، ولی معلوم میشه اینها دیوان داشتن و شهرت داشتن و اینها رو به شاعری میشناختن، در دفتر و دیوان به هر حال ثبت میشده، ضبط میشده، اما متاسفانه به دست ما مقدار اندکی رسیده. اوزان عربی داخل شد به اصلا عروض شعر عرب وارد شعر ما شد، اما سندی که میتونه به ما اثبات کنه که شعر ما با شعر عرب شکل نگرفته همین نکاتی است که شما فرمودید و نوع نگاه ایرانیان به اوزان. حتی بله. در دوره های رواج شعر بعد از دوره سامانیان ما بحور عروضی عرب رو در خانش خودمون تغییر دادیم. مثلا بحر رجز که از اسمش معلومه شکوه و حماسه است و برای مفاخره و رجزخانی به کار میرفته، بله. تو عاطفی ترین شعرهای ما به کار گرفته شده. ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من، که امیر موعظی میگه، ای ساربان مشهور خود سعدی، دزدیده چون جان می روین در میان جان من مولانا. معلوم میشه ما خانش خودمون رو از این اوزان داشته، یعنی باز فرهنگ بومی ملی ما دخیل میشه توی موضوع. ببخشید من زیاد صحبت میکنم، به شوق اومدم از بحثی که شما خواهش آغاز کردید. خیلی نکته ارزنده اشاره کردین. من حالا این نکته رو کاملا قبول دارم و یه چیزایی هم میخوام بهش اضافه حتماً کنم. حتما بفرمایید. با اجازه شما من میخوام بگم ما فقط اینطور نبوده که بنا به نظر شادروان قزوینی، استاد بزرگ شادروان قزوینی، اینطور نبوده که ما شعر عرب رو اوزانش رو بگیریم، تغییرش بدیم، استفاده کنیم. اصلا این طبیعی هم نیست. مثل اینکه باز همون مثال لالایی فرض، یعنی چون الان عرب پیروز شده و ایران فتح شده، حالا باید اینجوری مثلا تئوری رو اینجوری بچینیم، بگیم پس لالایی های مادران ما باید در قرن سوم تغییر یافته بحور عرب باشن با
خصوصیات ایرانی. اصلا قرار نبوده که مادران ما بیان لالایی هاشون رو از اونجا بگیرن بعد تغییر بدن. حرف من اینه که اصلا قرار نبوده که ما وزن رو از اونا بگیریم همیشه و تغییر بدیم. این بخشی از واقعیته، بخش گسترده ای از واقعیت یا بخش بزرگ واقعیت میتونه این باشه که ما آهنگ های باستانی خودمون رو داشتیم و حالا روش کلمه ریختیم، توی همون آهنگا کلمه ریختیم. وقتی میگوییم اگر گفته شود که ما وزن را از عرب گرفتیم، باید همون وزنایی که ما داریم عرب هم داشته باشه، ولی نداره. بله. وقتی کهن‌ترین شعرهایی که به زبان فارسی مانده است با کهن‌ترین شعرهایی که از زبان عربی مانده است مقایسه بشود، وزناشون خیلی هاشون مشترک نیست. بله. مثلا فرض کنید بت تتاری، گل بهاری، نبیز داری چرا نیاری، نبیز روشن چو ابر بهمن به دشت و دامن چرا نباری. خب کدام شعر عربی در دوران کهن هست که بر این وزن باشه؟ یا همون شعر معروف، اون شعری که رودکی میگه که مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود، کدام شعر عربی بر این وزنه؟ یک شعر عربی در دوران کهن بر وزن مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون موجود نیست. چطور است ما، یعنی ما بیایم فرض کنیم که رودکی اومده مشتس عربی رو گرفته روش تغییر داده؟ نه، این آهنگو خود رودکی داشته. یعنی شعر فارسی یک آهنگای جدایی داشته متفاوت با شعر عربی. مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ روباروی. دو بیت فخرآمیز و بسیار زیبا از حنظله بادقیسی که معروف از پیشگامان شعر فارسی دری هست، پیش از رودکی و شهید بلخی. نکاتی درباره فارسی دری و حوزه گسترش فارسی دری که در واقع همیشه پسوند صحبت‌های ماست که شعر فارسی دری یا شاعران فارسی دری گفته شد، که من فکر می‌کنم خیلی نکته حساسیه و بسیاری از مخاطبان احتمالی این برنامه دوست دارن درباره اون بیشتر گفته بشه. اجازه بدید که در مورد همین مفهوم فارسی دری یک توضیحی من بدم. حتما بفرمایید. گاهی در بعضی رسانه ها ما امروز میشنویم یک شیطنت هایی میکنند برای جدا ساختن مفهوم فارسی از دری، که این یک دروغ تاریخیه، اصلا همچین چیزی نیست. فارسی یعنی فارسی دری، یعنی آنچه که صاحب تبریزی به آن شعر میگفته است، آنچه که خاقانی شروانی به آن شعر میگفته است، آنچه که فردوسی طوسی به آن می سروده است و شعر حافظ، شعر سعدی، همه اینها اسمش هست فارسی دری. و این هیچ تمایزی وجود نداره، اصلا همچین چیزی وجود نداره که ما یک دری داریم و یک فارسی داریم. این کاملا باطله. افرادی که در بعضی از کشورهای همسایه هستن، بعضیاشون مغرض هستن، این تمایز رو ایجاد کردن متاسفانه. و این فقط بین سیاستمداراشون هم نیست، بعضی از محققان سرشناس ادبیات در کشورهای همسایه مثلا عبدالحی حبیبی هرگز کلمه فارسی رو به کار نمی برد در نوشته‌هاش، میگفت اینجا زبان دریه، میخواست تمایز ایجاد کنه با اغراض سیاسی که داشت، میخواست تمایز ایجاد کنه بین مفهوم دری و فارسی. اتفاقا متاسفانه برخی ناآگاهانه و بدون غرض هم در سالیانی که ما سپری کردیم چند دهه گذشته تنها دری رو استفاده میکردن. بله. مثلا زبان مردم افغانستان دری و پشتوست. بله. فارسی رو اون وسط نمی آوردن. و واقعیت اینه که همونجور که شما فرمودید، ما اگر زبانهای ایرانی رو از جهت تاریخی نام ببریم، فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی دری هست. فارسی دری که از جهت تاریخی، از جهت تاریخی میگن فارسی نو. بله. اصلا چنین تمایزی وجود نداره که زبانی که مردم مثلا مشهد دارن حرف میزنن با
زبان مردم غزنی مثلا فرق داره، نه این زبان با زبان مردم شیراز، همه اینا فارسی دری هست. خب حالا پس این نکته مربوط به اون غرض و اون ناآگاهی بود، اما در قدیم غیر از فارسی دری یه چیز دیگه هم میگفتن. اونا پس دلیلش چی بوده؟ میگفتن یه فارسی دری داریم، یه پهلوی داریم. نه اون منظور فارسی میانه، نه ها، پهلوی به معنای چیزی جز فارسی دری. خب این معناش چی بوده؟ معناش خیلی ساده است. مثلا شما شعرهای سعدی رو میبینید، بعضیش به لهجه محلی بله شیرازی گفته شده. خب اون لهجه محلی فارسی دری نیست، اون زبان رسمی مردم ایران بزرگ نیست. یعنی اون فارسی محلی رو دیگه یک کسی که در غزنه زندگی کرده متوجه نمیشه کاملا، اشکالی نداره، اون فارسی محلی رو متوجه نمیشه. ولی وقتی سعدی به فارسی دری شعر میگوید، که تمام شعراش تقریبا به فارسی دری غیر از چند مصرع و اینا، کسی که در تاشکند هم بوده متوجه میشده، یعنی در چاچ، کسی که در فرغانه بوده متوجه میشده، سیف فرغانی عاشق شعر سعدی بوده، بله یه جوری شاگرد غیر مستقیمش بوده. سیف فرغانی نمیگفته که من زبانم دری، زبان سعدی فارسیه، میگفته زبان من فارسیه، زبان سعدی هم فارسیه، هر دو به یک زبان شعر میگفتن. خاقانی به زبان فارسی دری شعر میگفته، یعنی همین زبانی که ما داریم باش حرف میزنیم. پس حالا اصلا در اظهار نظر ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه‌اش که با قطران تبریزی دیداری داره، بعدن میگه که شعر فارسی رو ضعیف میگه. این نکته مهمیه که همون افراد غرض‌ورز ازش سوء استفاده کردن. میگه فارسیش خوب نبود. یعنی چی قطران فارسیش خوب نبود؟ یعنی به زبانی که الان مثلا اون زمان مثلا شعر رودکی باهاش سروده شده، چون ناصر خسرو اشاره میکنه، میگه قطران تبریزی اومد از من معنی دیوان منجی که ترمذی رو سوال کرد، خواست که من براش این شعرها رو معنی کنم، یعنی مشکل داشته. خب مشکلش چی بوده؟ بعضی میخوان بگن قطران زبان بومیش بوده، دقیقاً میخوان بگن که قطران زبانش فارسی نبوده، بعضی از غرض ورزان، در صورت که اینطور نیست، قطران زبانش فارسی بوده، منتها نمیتونسته دیوان منجی که ترمذی رو کامل بفهمه، چون پر لغات سغدیه. در ناحیه‌ای که منجی که ترمذی زندگی میکرده، در ناحیه‌ای که رودکی زندگی میکرده، کلی لغات سغدی به کار میرفته. اون لغات سغدی برای مردمی که زبانشون همین فارسی دریه که ما میشناسیم و باهاش داریم صحبت میکنیم آشنا نبوده. مشکل قطران هم همین بوده، وگرنه این به این معنی نیست که قطران فارسی نمیفهمیده. از قضا قطران مثلا یک کسی میدیده به زبان ترکی داره حرف میزده، براش خیلی عجیب بوده و میگفته ای ترک، به گنجه از کجا افتادی؟ یعنی میگفت گنجه جای ترک زبان نیست که، گنجه جای فارس زبانه، تو اینجا چی کار میکنی؟ میخوام بگم زبان اونا هم فارسی دری بوده. دقیقاً. پس غیر از فارسی دری چی بوده؟ همین شعرهای محلی که سعدی داشته. مفاخر تاریخ ادبیات فارسی دری نظامی اهل گنجه باشه و فارسی زبانش نبوده، زبانش باشه. فارسی به بهترین نمونه های شعر فارسی رو خاقانی هم همینطور، و اینا یک کسی ترک زبان میدیدن تعجب میکردن. خاقانی یک معشوق ترکی داشته و این ترک زبان بودن براش عجیب بوده در اون ناحیه. میگفته ترک سنسنگوی تو، سنخوی سوسنبوی من، یعنی این ترکی که هی میگه سنسن، چون خاقانی نشنیده بوده در اون منطقه تبریز، منطقه آذربایجان ترک نبوده که. این اون زبانی که وقتی اونا اشاره میکردن به ترک، منظورشون چی بوده؟ منظور کسانی که از آن سوی ازبکستان الان اومده بودن، اونا بهشون میگفتن ترک. عنوان نژادی است که به زرتشتهایی که از مشرق زمین بله. میومدن اطلاق میشد. هیچ ربطی به این ناحیه‌ای که الان ما داریم در شمال بله. شمال غرب ایران نداشته. بله. نهایتا گرایش به زبان ترکی به خاطر همین اقوامی که میومدن میرفتن در این مناطق هست و نهایتا با مثبت‌ترین نگرش
یک زبان یا یک لهجه بومی هست که کنار زبان فارسی که تکلم میشه هست. اون بسیار متأخره، اون تا اون زمان خاقانی و اینا اصلا مطرح نبوده، این چند صد سال اخیره. بله دقیقاً. وقتی درباره فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم مقصودمون این استش که توی اون عصر آن چیزی که بین مجموع اقوامی که با آنها اقوام ایرانی میگیم مشترکات فرهنگی هستش. مثلا تو این عصر ما باید یه جور راجع به این موضوع حرف بزنیم حتی میگه فرهنگ ایرانی، چون الان ایران این کشوریه که تو این کله گربه هستش. الان دیگه ایران یک چنین مفهومی داره. اما وقتی مثلا میریم 1000 سال قبل میگیم فرهنگ ایرانی، اون موقع کشوری به اسم ایران که توی یک محدوده جغرافیایی که شبیه کله گربه میگنجه وجود نداشته. مجموعه ای از اقوام بودن توی گستره جغرافیایی بزرگتر از ایران فعلی که اینها مشترکات فرهنگی داشتن و احیانا مشترکات زبانی. به چه معنا؟ مشترکات فرهنگی از قبیل افسانه های مشترک، اسطوره های مشترک، آیین ها و آداب و رسوم مشترک یا زبان مشترک. حالا این اشتراک زبانی همونطوری که الان ما تو همین کله گربه اقوام ایرانی داریم که زبانشون فارسی نیست اما زبانشون ایرانیه. مثلا فرض کنید کردهای سمت مهآباد و سنندج زبانشون جزو زبانهای ایرانیه اما زبانشون فارسی نیست، یا بلوچها زبانشون جزو زبانهای ایرانیه اما زبان فارسی نیست، اما اینها قوم ایرانی به حساب میان. اون موقع هم همینجوری بوده. وقتی ما درباره فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم یه اصطلاح معکوسی است که بهش میگن ایران فرهنگی. اصطلاح ایران فرهنگی تو دههای 30 و 40 قرن گذشته هجری وضع شد توسط یه سری از فرهنگ پژوهان و ادبا از قبیل دکتر ذبیح‌الله صفا، پروفسور فضل‌الله رضا، دکتر پرویز ناطق خانلری و امثالهم که خدا همشونو در رحمت خودش غرق بکنه. این اصطلاح ناظر به اینه که ما در تاریخ 1000 ساله‌ای که الان پشت سر گذاشتیم شاعرایی داریم که ایرانی هن به زبان مثلا عربی شعر گفتن اما در شعرشون نشانه های ایرانیت هست. اینجا بهش میگیم ایران فرهنگی، دیگه اصلا ربطی به زبان فارسی نداره. شاعر ایرانیه، حالا یا تو محدوده ایران زندگی میکنه ولی داره به زبان عربی شعر میگه، قرن سوم، قرن چهارم، اما در شعرش نشانه های فرهنگ ایرانی هست. یعنی یک ادیب عربی که تو کارش حرفه‌ای باشه این شعر رو جلوش بذاریم که احتمالاً اینو یکی از ایرانیایی که به عربی شعر میگفته این شعر رو گفته. حتی شاعرایی که در محیط عربی زندگی میکردن اصالتاً ایرانی بودن آثار ایرانیت تو شعرشون هستش. یا برعکس شاعری که اصلاً ایرانی نیست در محدوده فلات ایران، حتی فلات بزرگ ایران زندگی میکردن، این بحث ایران فرهنگیه. ایران وقتی که ما میگیم شما از خیلی قبل برین عقب دورترین مکتوبات سرزمین های آریایی که تو اوستا مدام تکرار میشه، این محل سکونت اقوامی که اینها خودشون رو آریایی مینامند. خب این بوده، بعد واحد سیاسی درست میشه براش، سرزمین های آریایی که تو زرتشت توی اوستا مدام تکرار میشه، تحقق سیاسی جغرافیایی هم پیدا میکنه با تشکیل اول دولت ماد، بعد دولت بزرگ هخامنشی. بعد این میمونه به این معنی که مثلا ساسانی ها میگفتن ما احیاگر هخامنشی هستیم، که بگه من احیا کننده اون کشور واحدم از نو. متوجه از من میشین؟ اینه داستان.
و اون کشور واحد بازتاب نهاییش، روایتی که درباره اون کشور واحد هست، میشه خدا خدای‌نامه دوره ساسانی، که همون خدای‌نامه به شکل پایه‌ای مبنای روایت‌های همه روایت‌های تاریخی هستش که از بعد از اسلام چه به زبان فارسی چه به زبان عربی بعد از ترجمه‌ای که عبدالله بن مقفع کرد مبنای اون انگاره میشه، انگاره اون کشور متمرکزی به اسم ایران، درست شد؟ که بعد از دوره همین قرن سوم و چهارم که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، اتفاقا یکی از فعالیت‌های مهم تو این دوره که سرانجام فردوسی بزرگ، فردوسی جاویدان اون رو به فرجام میرسونه، اینه که ما بیایم اون روایت ملی رو دوباره از نو بنویسیم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. برنامه هزاره شعر هست و مقدم شما رو گرامی می‌داریم و بسیار خوشحالیم که پس از این قراره که در هر برنامه چند دقیقه‌ای در محضرتون باشیم و استفاده کنیم. ممنونم. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان گرامی. من در خدمت شما هستم. بزرگوارید، خیلی خوشحال کننده است وقتی از ترانه صحبت می‌کنیم که موضوع همینجوری نفسن خیلی موضوع جذابیه و البته که مهم هم هست. باید پذیرفت که در روزگار ما موسیقی در کنار کلام حتی به ترویج شعر فارسی هم بیشتر کمک کرده و مردم هم بیشتر کلامی رو که بهش میگن شعر از طریق موسیقی دارن میشنون. حتی فکر میکنم شما هم تایید کنید نسل ما هم شعر سعدی و حافظ و بزرگان شعر رسمیمون رو از طریق موسیقی ایرانی میشنیدیم. واقعا وصال شجریان، شهرام ناظری و موسیقی دوره دهه 60 اونها بیشتر خانش حافظ بود و سعدی و مولانا و بابا طاهر که بسیاری از غزلها رو حتی برای اولین بار ما شنیدیم، رفتیم تو دیوان دیدیم. این تا این حد بود. خب درباره ترانه میخوایم از شما بهره ببریم. بله. و اولا که چون نخستین جلسه است، برامون کلیات حرف بزنید برامون ترانه چیست؟ نه اینکه دنبال این باشیم یه تعریف قطعی مکتوب برای کتاب درسی ازش پیدا کنیم، نه، تصور اینکه ترانه چیست یه مقدار شفافتر بشه و بتونیم بعد از این اگر صحبت کنیم به این تعریف مراجعه کنیم. بله، از کنم. خب جدا از اون نکاتی که فرمودید در کتاب‌های نقد ادبی در موضوع ترانه آمده، تعریف‌های علمی که بر مبنای شناخت لغت و زبان در خصوص ترانه آمده، اجازه بفرمایید پیش از هر چیز بگم ترانه بیش از این که در واقع تاریخ سرودن ترانه های نخستین، بیش از این که چارچوبش یا نگاهش یا هدفش خلق یک موقعیت هنری باشه، کمک به یک امر معیشتی بوده. در واقع موسیقی ملحون یا ترانه ملحون، ترانه‌ای که با لحن اجرا می شده، مثل نقاشی هایی که رو دیوار قاره ها می کشیدن، خب به زمانی عده‌ای تصور میکردن آثار هنریه، بعدن دیدن که نه، کشفای جدید یا شناخت جدیدی که باستانشناسا و تاریخ نگارا کردن، گفتن غرض شکار اون حیوان بوده که روی دیوار میکشیدن تا به نیت نقاشی اون حیوان اون شکار رو بتونن به دست بیارن. بله. یعنی یک نیاز معیشتی بوده. کلام ملحون و موزون هم به نوعی بخشی از نیاز انسان بوده. زمانی که دنبال شکار میدویدن، زمانی که یک کسی برای مثلا شکستن هیزم به جنگل میرفته، ضربات متعدد به درخت وارد میکرده، با هر ضربه‌ای شاید یک صوتی، یک لحنی از دهنش خارج میشده که ریتم میداده به کارش. وقتی توی عرض کنم که دنبال شکار میدویدن، صدای قدم‌هاشون رو، همین الان هم گاهی اوقات ما پیاده که راه میریم یه چیزی رو، یه حرفی رو میخوایم تکرار کنیم که اون خستگی مسیر از تنمون دور شه. پس ترانه یا کلام ملحون و موزونی که از دهن انسان صادر میشه یا در ذهن انسان شکل میگیره و روی کاغذ و
ماندگار میشه در ذهن میمونه، پیش از اون که تعریف هنری داشته باشه، یه امر معیشتی، یه امر زندگی بوده که رفته رفته بشر یک جانشین میشه، صورت زندگیش عوض میشه، آرامش بیشتری پیدا میکنه، ببیشه در دوره کشاورزی که سیلوها و انبارها ایجاد میشه و بشر فرصت فکر کردن با آثار پیدا میکنه، کم کم ترانه تبدیل به یک ابزار هنری میشه، مثل نقاشی، مثل خیلی چیزهای دیگه. اما به طور ساده میشه گفت کلامی که بر اساس لحن نوشته بشه، کلامی که تابع مهندسی لحن باشه، در اجرا ترانه است. بعضی ملت ها مثل ملت ایران، مردم آریایی که در فلات ایران زندگی میکردن، به نظر میاد بیش از این که در نوشتن کلمات موزون به دکلاماسیون فکر بکنن، به اجرای ملحون فکر کردن. حتی میگن تعبیر سرودن یا سروده در فرهنگ ایرانیان بیشتر به معنی کلامی که در شکل موزون ادا بشه. بله، حالا یا در نیایشکده ها، معابد، یا در دربارها، در مجالس عروسی یا مجالس جشن، این کلمات موزون ادا می شده و کسی به فکر در واقع دکلاماسیون نبوده. بیشتر از این که ساختن و گفتن در خصوص کلام موزون به کار بره، سرودن به کار رفته. بله، بر همین اساس میشه گفت بیس سرودن در جامعه ما کلام ملحون بوده. بعدن در مجاورت اقوام بین النهرینی که رایج بوده دکلاماسیون و گفتار شعر، تحت تاثیر اونها اوزان عروضی وارد شعر فارسی میشه، اونطوری که مستحضرید. بله. در کنار بعضی از اوزان مثل وزن رباعی و دو بیتی که بیشتر به اوزان هجایی پیش از اسلام شبیهن، زبان در واقع ما به سمت وزن عروض عربی میره و دکلاماسیون شعر رایج میشه و گفتن و ساختن شعر در کنار سرودن شعر قرار میگیره. بنابراین ترانه نیاز معیشتی زندگی بشر، کلام ملحونی که در واقع اجرا میشه و خوانده میشه، این معنای متعارف ترانه است. و عموما تعریف که میکنیم به مقوله رو، مثلا در موضوع هنر، تعریف ذهنی و نظری کامل نمیکنه. باید عناصر اون ترانه بیاد تا ما تعریفمون دقیق تر بشه. ترانه چه ویژگی ها و چه عناصری داره؟ بله، از جهت زبانی چه ویژگی داره، از جهت تخیل، اندیشه و حتی در بحث رابطه شعر و ترانه، بسیاری اگرچه بین شعر و ترانه فاصله ای میدونن و درست هم هست، اما ترانه رو خالی از شعریت و شاعرانگی نمیدونن. بله، عرض کنم خب کنار هم چیدن یا احضار کلمه ها بر اساس نیاز عاطفی و احساسی که انسان داره، عموما سرانجامش به کلامی ختم میشه که ما او رو در عرف شعر میگیم. بر به نوعی برجسته ساختن زبان و زبان رو از حالت گزاره‌ای خارج کردن و با کمک در واقع عناصر جایگزین زبان دیگری به وجود آوردن که توان انتقال احساسات رو داشته باشه. طبیعی است که ترانه به طبع به علت اینکه به لحن آراسته است، تأثیرش رو به همین شکل ساده هم میذاره. لذا زبان در ترانه غالبا ساده تر از زبان در شعر بوده. یعنی بیان ترانه حتی در ترانه هایی که در معابد اجرا میشده، مثل آتشکده کرکویه، ترانه ای که به یادگار مونده از زبان پیش، از زبان ایران باستان، تعابیر بسیار روان، روشن. در حتی گاساهای های اوستا وقتی مراجعه میکنیم، اینها همه موزون بوده، تعداد هجاها در سطرها با هم برابره، اما تعابیری که در واقع نوشته ها به کار رفته غالبا ساده، روان و معمولیه. این نشون میده لحن خیلی کمک میکنه، موسیقی ترانه کمک میکنه به زبان و زبان رو بالا میکشه. یه بخشی از بار عاطفی که ما توقع داریم توی شعر باشه، در ترانه به گوش لحن و موسیقی میفته. به گوش لحن و موسیقیه. و دیگر این که به هر حال رفته رفته ساختار ترانه شکل میگیره. در ترانه ما بعد از اینکه مثلا شروع میکنیم یک بند رو مینویسیم، تألیف میکنیم، چون یک پک شنیداری مهندسی شده است، به ترجیع میرسیم. یعنی ساختار داره، مهندسی داره. مثل شعر نیست که روان و سیال باشه. تو برای توصیف یک صحنه بیش از 10-15-20 بیت، گاهی اوقات در مثنوی برای توصیف یک موقعیت شما 20-30 بیت میتونی بیاری، اما در ترانه این فرصت نیست. یک پک شنیداری با یک زمان
موقته، لذا تو بند رو که می نویسی بعد از بند دوم به ترجیع می رسی. در ترجیع شما باید پاسخی به بند بدی، مثل همین ترانه معروف بوی عیدی، بله کودکانه، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، و شروع میکنه به توصیف چندین تصویر از لحظات پیش از عید و بعد میگه با اینا زمستون رو سر میکنه، با اینا خستگی مدر میکنه، دوباره شروع میکنه به توصیف چند لحظه دیگه، باز میرسه به ترجیع میگه با اینا زمستون. که البته بود شاعرانش بیشتر اینه که همون که گفتیم رنگی از شعر هم در ترانه هست، اینه که انتخاب توصیفات و تصاویر احساسی رو در مخاطب برمی‌انگیزه، چون خاطره‌های مشترکی است که در نوستالژی دیگه، بله نوستالژی که در اینجا اتفاق میفته، ورنه چیزهایی که میگه واقعیاتی است که انتخاب شده. بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو، بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب. و باز میاد مثلا از تصویر بوی یاس جانماز تربیه مادر بزرگ. اینا انتخاب شده از لحظات دلنشین و نوستالژیک و خاطرانگیز در واقع مشترک مردم، نسل ها. و نه تنها این سطرها آقای دکتر تأثیر گذارن رو ذهن، وقتی به ترجیع میرسیم، غرضم اینه که در مهندسی ترانه ترجیع به زیبایی اثر کمک میکنه. من استخونبندی اثر رو هم محکم‌تر. اصلا ترجیع ادامه متن نیست. بله. ترجیع پاسخ به متن. بله. ترجیع محصول متنه. نکته‌ای که باید در ترانه‌نویسی امروز رعایت کنن. گاهی اوقات در ترانه‌های امروز ترجیع هم ادامه شعره. که این خلاف اون مهندسی. بیشتر وقتا یک سطری از شعره که سطری از شعره به نظر خودشون قشنگ‌تر اومده و هی تکرار. فقط تفاوت وزن داره با بند و ادامه شعره. گاهی تفاوت وزن هم نداره. گاهی هم حتی به قول شما تفاوت وزن هم نداره. بله. بله در این ترانه پیغمبری که ترانه‌ای که جا افتاد، خب خوبم اجرا شد انصافاً. بله. هم ملودی موسیقی خوب بود، هم اجرای فرهاد مهراد خیلی خوب بود. ما حتی به سبک و سیاق تصنیف ترانه های سنتیمون و ترانه موسیقی پاپمون غیر از ترجیعش با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی رو در میکنم، قافیه حضور نداره در این ترانه. یعنی اون ظرفیت خیلی مسلط و مؤثر قافیه که هم جنبه موسیقی متن رو بالا میبره، هم خیلی مؤثر از جهت عاطفی، اون رو هم استفاده نکرده و انگار هیچی کم نداره. اتفاقا کار خوب، یکی از نشانه های کار خوب همینه که مثلا عنصر قافیه توش کمرنگ بشه، دیده نشه. نشانه های تبحر سراینده. بله. است که گاهی اوقات بدون استفاده از عناصر سنتی شعر، شعر روان و ترانه روان و مؤثر. اگر بتونه به این درجه برسه که شاید خیلی از مخاطبان ما الان این جمله رو که من درس کردم تازه متوجه شده باشن که راست میگه، این ترانه قافیه نداره. یعنی حکومت همیشگی قافیه که گاهی تخیل راوی رو، گاهی مضمون پردازیشو به سمت خودش میکشه، تازه اگر خوب اتفاق بیفته، که بعضی وقتا خوب اتفاق نمیفته. کار گل زار شود گر تو به گل زارایی، نرخ یوسف شکند چون تو به بازار، ماه در ابر رود چون تو برای لب بام، گل کم از خار شود چون تو به گلزار آیی، شانه زد زلف جوانان چمن باد بهار، تا تو پیران سر دل به سر کار آیی، ای بوت لشگری شاه من و ماه سپاه، سپر انداختم هرچه به پیکارا، روز روشن به خود از عشق تو کردم شب تار، به امیدی که تو هم شمع شب تارایی، سایه و روشن مهتاب چنانم آشفت که تو از هر در و دیوار پدیدارم، چشم دارم که تو با نرگس خواب‌آلوده در دل شب به سراغ من بیدار آیی.
خرمن طاعت مسجد رودان روز به باد، که تو از میکده با آتش رخسار راستی رشته تسبیح گسستن دارد، چون تو ترسا بچه با حلقه زنار آیی. مرده ها زنده کنی گر به صلیب سر زلف، عیسی من به دم مسجد سردار آیی. عمری از جان بپرستم شب بیماری را، گر تو یک شب به پرستاری بیمار آیی. ای که اندیشه‌ات از حال گرفتاران نیست، باری اندیشه ز آن کن که گرفتار آیی. با من این رفت قضا ای دل آزرده من، که تو آزرده یاران دل آزار آیی. با چنین دلکشی خاطره یار قدیم، حیفم آید که تو در خاطر اغیار آیی. لاله از خاک جوانان به در آمد که تو هم شهریارا به سر تربت شهریار آیی.